سازمان ملل متحد با هشدار درباره احتمال وقوع یک بحران انسانی جدی در خاور میانه از احتمال سرازیر شدن موج جدیدی از پناهندگان به سمت اروپا خبر داده است این هشدار در پی تشدید تنش ها و حملات نظامی در منطقه به ویژه در لبنان مطرح شده و شرایط دشواری را برای میلیون ها نفر در پی دارد که به دنبال امنیت و پناهگاهی جدید هستند به گزارش همکارم در زمینه توجه فرمایید سازمان ملل متحد نسبت به وقوع یک بحران انسانی جدی در خاور میانه هشدار داده و اعلام کرده است که در صورت ادامه ی وضعیت کنونی ممکن است موج جدیدی از پناهندگان به سمت اروپا سرازیر شود با تشدید تنشها در منطقه شامل حملات نظامی اسرائیل به جنوب لبنان و پاسخهای نظامی ایران وضعیت انسانی به طور فضاینده ای پیچیده تر شده است. ایو فرکسون نماینده ای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در لبنان در سخنانی اعلام کرد که بسیاری از افراد ناچار به ترک خانه های خود به دنبال حملات اسرائیل در تلاشند تا به مناطق دیگر در لبنان یا حتی سوریه منتقل شوند. او هشدار داد که اگر گزینه های داخلی وجود نداشته باشد این افراد ممکن است با خطرات فراوانی به سمت دریای مدیترانه و سپس اروپا پناه ببرند فریکسون همچنین تاکید کرد که انتخاب اروپا به عنوان مقصدی امنتر به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شده و در آستانه فصل زمستان شرایط برای عملیات امداد رسانی به شدت دشوار خواهد بود در همین راستا کمیسیون اروپا اعلام کرده است که قصد دارد سی میلیون یورو کمک های انسانی به لبنان اختصاص دهد کشوری که به شدت تحت تاثیر حملات قرار گرفته است همچنین با وجود بحران انسانی در سوریه بسیاری از لبنانی ها و سوری ها به سمت این کشور در جستجوی پناهندگی هستند چرا که دولت سوریه تسهیلاتی برای تسریع در ورود فراهم کرده است این وضعیت نیازمند توجه فوری و اقدامات عملی از سوی جامعه جهانی است تا از تشدید بحران جلوگیری شود دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران با ماست سلام و عرض ادب دارم خدمتتون آقای دکتر صادقی با توجه به هشدار سازمان ملل درباره احتمال وقوع بحران انسانی جدید در خاور میانه چه اقداماتی باید برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از سرازی شدن موج جدید پناهندگان به سمت اروپا صورت گیرد سلام کنم به شما و بینندگان محترم ببینید بحث مهاجرت که به دنبال اصر جهانی شدن و باز شدن مرزها بیشتر اتفاق افتاد در بعد اولش اصلا خطری نبود یعنی جویندگان برای پیدا کردن کار به کشورهای پیشرفته و اون کشورهای پیشرفته سعی میکردن که از این نیروها که از نیروی کار خودشون ارزون بود استفاده کنن من تا وقتی یه مرحله میریم جلوتر و جنگی رخ میده دیگه بحث مهاجران جویه کار نیست بحث پناهندگان و آوارگان هست ما جنگ دا زمان داعش رو یادمونه ببینید بزرگترین یکی از بزرگترین معضلات اون موقع برای اروپایی ها همین بحث آوارگان بود که باعث این شد که خودشون به این فکر بیفتن که هر چه سریع این بحران رو خاتمه بدن به نظر من این باید ریشه ای نگاه کرد راه حلش اینه که الان که یه بحرانی داره در میانه اتفاق میفته بسیار بزرگتر از بحران زمان جنگ داعش و کشورهای بیشتری ممکن درگیر باشن اروپایی از این اقلانیتشون استفاده کنن و سعی کنن اگر نمیتونن در کوتاه مدت این بحران رو از بین ببرن حداقل این بحران محدود بشه و با کمک‌هایی که میکنن اون ساخت اون تخریب ها ساخته بشه یه جوری بشه که آوارگان سیل آوارگان دوباره حرکت نکنن و واقعا یه موزل خیلی بزرگیه بله سپاس از شما دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران